حدس بزنید اینجا کجاست؟ مطمئنن که پارک آبی نیست. اینجا سوم مرکز خرید بزرگ شهر بانکوک، پایتخت کشور تایلنده. مرکز خرید سیام پاراگون یکی از لوکس‌ترین و بهترین مرکز خرید بانکوک. هم برای خرید عالیه، هم خودش به تنهایی یک جاذبه توریستیه. دیزاین منحصر به فردی داره. ببینید آب نماها رو. بزرگترین آکواریوم جنوب شرق آسیا هم توی همین مرکز خریده. به همین دلیل اطرافش و داخلش با آب نماهای خیلی زیبا تزیین شده. ببینید اینو. بیش از 50 فروشگاه برندهای مطرح جهان داره. غیر از فودکورتش 5 طبقه بزرگه. این هم بزرگترین آکواریوم جنوب شرق آسیا، طبقه پایینش که ما دیگه اونجا نرفتیم. طبقه اول سیام پاراگون مغازه های برند های بومی تایلند و برند های معروف دنیا هستش. الان میبینیم برند های مثل لوی ویتون، گوچی، کوچ، پرادا، دیور و خلاصه هر برند معروفی به اضافه برند های بومی تایلندی که ما نمیشناسیم زیاد. در طبقه دوم علاوه بر فروشگاه ها و مغازه های مختلف، شما شاهد کافه های زیاد و کتاب فروشی ها، مغازه لوازم خانگی و کلینیک های زیبایی خواهید بود. طبقه سوم و چهارم هم کلی مغازه برای خرید سوغاتی داره. داخلش صنایع دستی میفروشن، علاوه بر لوازم خانگی و لوازم دیجیتال کلی کافه و بستنی فروشی و رستوران هم آماده پذیرایی از مشتریانه. این کافی شاپ زیبا رو ببینید، روی آب بود و من از این کافی شاپ خوشگل‌تر توی این مرکز خرید ندیدم. حالا از نزدیکتر هم نشونتون میدم. طبقه پنجم این پاساژ سیام پاراگون مرکز تفریح و سرگرمیایی که براتون توضیح میدم. این کافه رو ببینید از نزدیک، چقدر هم شلوغ بود، اصلا جا برای نشستن نداشت. اکثر مشتریاش هم چینی بودن. حالا باز با من بیاین جلوتر ببینید چقدر این کافه طویل بود تا کجا، یعنی کلن یه مساحت زیادی از این طبقه رو این کافه گرفته بود. من خیلی از طراحیش خوشم اومد. طبقه پنجم این مرکز خرید مرکز سرگرمی هاست. تالار سلطنتی پاراگون، سالن بولینگ، شهر بازی، سالن نمایشگاه پاراگون، سینماهای زیاد آی مکس و غیره. و خلاصه آکواریوم هم که طبقه پایینش بود، بزرگترین آکواریوم جنوب شرق آسیا، حدود 10,000 متر مربع مساحتش. بلیت آکواریوم رو باید قبلا آنلاین تهیه کنی. فکر کنم بلیت ورودیش هم یه چیزی حدود 20 پوند میشه، حدود 800 بات. علاوه بر اون سینما و مرکز بولینگ و خلاصه تفریحات دیگه هم داره. دسترسی به این مرکز برای توریست بسیار راحته. هم تک تک میبره، هم ایستگاه قطار نزدیکشه، یعنی ایستگاه قطار حدود 200 متر باش فاصله داره. و خلاصه این هم قسمت فود کورتشه که انواع و اقسام غذاهای تایلندی و غیر تایلندی سرو میشد. این یکی دیگه از درهای خروجی و قسمت بیرونیشه. ببینید چقدر زیبا با آبنماهای بسیار زیبا اطرافش و مجسمه‌های این فیل‌ها. نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم، قیمت برندهای معروف دنیا در بانکوک و مخصوصا در این مرکز سیام پاراگون خیلی از تهران ارزون تره. پس اگر قصد خرید برند دارین حتما از اینجا بخرید. این هم یکی دیگه از درهای خروجی یا ورودیش که ببینید چقدر آبنماهای قشنگی داره. توک توک هم که تا درش میاره شما رو میرسونه. من دو بار اومدم اینجا. یه دونه شهر آبی خیلی خوشگل هم بیرونش بود که الان توی فیلم ها میبینید. و ما بعد از اینجا رفتیم یه بازارچه کوچیک هم نزدیک همین مرکز خرید بود، رفتیم از بازارچه دیدن کردیم و اینجا هم یه کافی شاپ بود که توش قهوه خنک خریدیم خوردیم. این هم نمای بیرونیش. این هم بازی در اصلیش که واردش میشی و کل مرکز خرید توی این شات جا داده شده. این هم باز قسمت بیرونیش از یک زاویه دیگه. و ببینید توی غروب این چراغ‌های بین نخل‌ها روشن میشد و خیلی نمای قشنگی داشت. البته ما نتونستیم تا غروب صبر کنیم، ولی خب یه مقدار ببینید این لامپ‌های داخل این تزیناتش روشن میشد، خیلی قشنگ بود با تابلوهای نئونی بیرونش. رفتیم بازارچه بیرونش و از این دراگن فروت یا همون میوه اژدها خریدیم که خیلی خوشمزه بود و میوه تایلندیه و خنک و توی گرما خیلی میچسبید. بعدش هم بازارچه رو دیدیم و در آخر این ویدیو شما اون شهرک کوچیک و نمایشی آبی بیرون مرکز خریدم حتما ببینید، چون خیلی زیبا بود. من داخلش عکس و فیلم گرفتم. اما خب ما دوباری مرکز خرید رو رفتیم و اگه با دو تا لباس متفاوتم به این دلیله. اینجا هم یه دونه بابلسی خیلی خوشمزه خریدیم، قیمتش تقریبا 1 پوند شد. یادم رفت بهتون بگم که قیمت اون بسته دراگن فروت خنک هم حدود 1.5 پوند شد.
ممنونم از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین. لطفاً لایک و کامنتش کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارین. تولید محتوا اصلاً کار راحتی نیست و هم وقتگیر هم هزینه بر، مخصوصاً این ویرایش ویدیوها و سرهم کردنش. از حمایت همیشگیتون ممنونم. این ویدیو رو بفرست برای عاشقای خرید و اونایی که قصد سفر به تایلند دارن. این قسمت آبی هم که میبینید بسیار زیبا بود، یه دیزاین خیلی قشنگی بود، یه شهرک آبی نمایشی. ممنونم از اینکه ویدیو رو لایک و کامنت میکنین و با دوستاتون به اشتراک میذارین.